چطوری مچو؟ خوش اومدید به اولین ویدیو از بازی لاین درایف. امروز میخوایم با هم دیگه بریم یه دونه ماشین جدید جمع کنیم. حتما تا آخر ویدیو رو تماشا کنید، کلی چیز باحال میخوام بهتون نشون بدم. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بدون معطلی بریم سراغ بازی. خب بچه‌هایی که استریم های منو تماشا می‌کردن در جریان جمع و جور شدن این ماشین هستن. الان می‌خوایم با هم دیگه بریم این وانتر رو کش کنیم. ادامه مسیر حالا چه تو ویدیو باشه چه تو استریم قراره که دیگه با این وانت انجام بشه. اول از همه من میرم ماشین رو میارم نزدیک که تمام وسایلمون تو این ماشین هست و کلی حرکت قراره بزنیم. اصلا حوصله ندارم هی بودم تا اینجا دوباره برگردم اون سمتی. قشنگ ماشین رو می‌بریم می‌چسبونیم به وانت و همه کارامون رو انجام میدیم. آقا همینجا فکر کنم خوب باشه. یه ذره بذار برم جلوتر که وضعای بیشتری داشته باشه. همینجا عالیه. خب ماشین رو خاموش میکنیم پیاده میشیم. من یه دفعه میخوابم بیدار میشم که روز بشه قشنگ سر صبح همه کار رو انجام بدیم دیگه. آخر شب هوا تاریکه و درست همه چی معلوم نیست. خب بچه‌ها الان دیگه قشنگ هوا اوکی شد، نور کاملا مناسبه. اول کار من تمام قطعاتی که از این ماشین میخوام رو جدا میکنم، مثل لاستیکاش که کاملا نوعه. کلی هم تلاش کردم رینگای یه شکل رو تر و تمیز واسش پیدا کردم. البته نمیدونم چرا الان رینگای یه شکل به نظر نمیاد. چرا؟ درسته یه دونه لاستیکا مونده، اینم باید درش بیاریم و بریم سراغ ادامه داستان. یه قبل فاز خرگوش مرگوش داره اتک میزنه بهمون. جون مادرت همونجا بمیر خودت، من شهر به هم میرزم. بی خیال ماشو تو رو خدا نیا. ببین کلاش دستمه، یه تیر میزنم زندگی تا بین میره. ای من میگم نیایید سمت من، اینو گوش نمیدن. آقا این اوکی شد، چرخای این یکی ماشینرم در بیاریم. این مثل اینکه قالباقم داره، اول با قالباقشو اندازی بیرون. خیلی حالا لاستیک و رینگ مناسبی داری، قالباقم انداختی. بابا بی خیال تو رو خدا، این مسخره بازیه چی آخه؟ هر چی کثافت کاری تو این ماشین هست ازش جدا میکنیم به صورت کاملا تر و تمیز. آقا اینم لاستیکا، حالا دوباره لاستیکای اون یکی رو باید بیاریم بندازیم روی این، ولی قبلش کلی کار باحال دیگه هست که باید انجام بدیم. مثلا یکیش اینه که ببین این ماشین کامل ترکیده است. خب منم کلی وسیله توی یکی از استریمو برداشتم که اینجا به دردمون میخوره. اون موقع شما نمیدونستید چرا من دارم این کارو میکنم، ولی الان میفهمید. دور تا دور ماشینو اول باید مسواک بکشیم که کاملا تمیز بشه. من نمیدونم الان این آخرشه یا از این تمیزترم میشه. نه دیگه از این تمیزتر مثل اینکه نمیشه، ولی یه دونه از دراش هم هنوز مونده. اینم از در این سمتش که باید قشنگ اوکی بشه دیگه. اینو دوباره میتونستیم مسواک بزنیم. آقا این الان ردیف شد، آینه بغلش فقط مونده. البته مسواک تموم شد. وایسا ببینم یه خرگوش دیگه مثل اینکه داره میاد سمتمون. جون مادرتون الان اصلا موقع مناسبی نیست که به من حمله کنید و میزنم. ببین کلاچ دستمه، شوخی ندارم به خدا و کسی. مثل اینکه خودش جا افتاد مرد. آقا مهم نیست، میریم یه دونه مسواک دیگه این تو برمی داریم. میافتیم به جون ماشین دوباره. ببین آینه بغلا هنوز خرابن، آینه بغلا رو هم اوکیش میکنیم. قشنگ میخوام ماشین رو پیمپ مای رایدی واسهتون درستش کنم. نمیدونم فقط چرا این آینه بغلا درست نمیشه. فکر کنم داشتم میکشیدم به بدنه ماشین اشتباهی. مسواک داری ادر میدی یا لعنتی، درستش کنین. آها از اینجا مثل اینکه میشه کشید به آینه. خیلی قشنگ به آینه گیر نمیکنه، نمیدونم چرا، ولی حالا مهم نیست. آینه بغلای ماشین رو کلا ما عوض میکنیم. بعد این مساکرم میندازیم اینجا و میریم سراغ رنگ ماشین. بذار اصلا آینه هاشو جدا کنم، شاید جداگونه بتونیم اوکیشون کنیم. این دوتا رو میذارم بغل هم، کاملا صاف صاف. حالا مسواکو برمیدارم دوباره، میافتم به جون اینا ببینم درست میشن. اینجا مثلا اینکه میشه روی زمین اگه بذاری شاید اوکی بشه. نمیدونم الان زمینو دارم مسواک میزنم یا آینه رو. آها درست شد آقا، یه ذره دیگه بهش مسواک بزنم فکر کنم قشنگ دیگه برق میافته. آها همینجا نگه دار جون مادر، چقدر آینه در بود و غم بود. یه مسواک کامل واسه یه دونش رفت، هنوزم تازه نوینو نشده. آها الان تازه اوکی شد، ولی خب همین مسواکی که دستمونه هنوزم جون داره. این یکی هم میزنیم. قشنگ ببین میخوام یه دونه ماشین صفر نو جمع کنم دیگه، یه چیز کاملا حرفه‌ای. آقا اینم تموم شد، میریم سراغ مسواک بعدی. اصلا مشکل مسواکی اینجا نداریم، همه چیز به تعداد لازم و کافی هست. فقط تنها چیزی که ممکنه کم بیارم رنگ برای ماشین. فکر کنم رنگ خیلی زیاد ور نداشتم. آقا این یکی هم اوکی شد. این مسواک هم میندازیم همین بغل باشه، آینه بغلا رو هم میچسبونیم دوباره سر جاشون.
ماشین رو ببین خدا وکیلی چی دارم جمع میکنم. این ماشین یه دونه مزیتی که داره نسبت به چیزی که الان داریم سوار میشیم اینه که وانته دیگه، پشتش به جای صندوق عقب بازه و کلی جا داره، دیگه لازم نیست اینجوری هی سبد بچسبونیم و داستان درست کنیم واسه خودمون. خب حرکت بعدی رنگامیزی ماشینه. من میخوام بدنه ماشین رو تا جایی که رنگ قرمزم برسه بزنم دیگه، قرمز قرمزش کنم. البته الان داره مایل به صورتی میشه بیشتر، ولی خب اوکیه. در عقبش هم باید بزنیم، به احتمال زیاد این دره رو یه رنگ دیگه بهش میزنم، مثلا اینو قرمزش نمیکنم، ولی فعلا همین رنگ قرمز رو بیشتر نداریم و به همه جای ماشین میزنیم. یه جایی از ماشین البته موند، کاملا قرمز نشد، صورتی شد ماشین، ولی این زرد است. اینو میزنم به کاپوت فعلا، اگه اضافه بیاریم یه ذره به اون در پشتش هم میزنم. ببین به به چقدر زردش خوشگل، خدا وکیلی. این دو طرف ماشین رو زرد میکنم فعلا. البته فکر کنم توی صندوق اون یکی ماشینه رنگ دیگه هم دارم، بذاری چک بکنیم ببینیم چجوریه. یه چیزی من برداشته بودم، یه دونه رنگ آبی اینجا هست. آره آبیه بهتره آجی، این قرمزش خیلی زایی است، حالت صورتی اینا داره، اصلا حال نکردم باش حقیقتشو اگه بخواید. دراش هم رنگشو عوض میکنم. حالا توی مسیر هرچی جلوتر و اینا بریم رنگ بیشتر پیدا میکنیم و یه رنگ باحال‌تر میزنم به کل ماشین. فعلا از اون آشغالی که بود خدایی خیلی خفن‌تره دیگه. این یه دونه آشغال ماشین رو قشنگ ما جمع کردیم و تبدیل شده به این. خب آقا اینجا هم اوکی شد. الان یه کار دیگه من احساس میکنم باید بتونیم با بدنه این ماشین انجام بدیم. بذارید اون این اسکاچا بردارم بکشم به ماشین ببینم این حالت زبریش از بین میره. چرا اینجوریه؟ ماشین باید براق براق بشه بابا، باریکلا. البته یه ذره استفاده کردم تموم شد، ولی بازم جای نگرانی نیست، ماشین پر از اسکاچ و وسایل تمیز کننده است. قشنگ دور تا دور ماشین رو میکشم، برق میندازم، اصلا کوچیکترین لکی نمیذارم بمونه این رو. نگاه کن خدا وکیلی چقدر خفن شد. من میگم چرا این رنگ اونقدر خودشو نشون نمیده، به خاطر اینکه ماشین اونقدر برق نیافتاده بود. تازه فکر کنم از اینم یه ذره براق‌تر بشه باز. آقا این اسکاچ هم تموم شد، میریم سراغ بعدی. یکی دیگه هم اینجا بود. اوه تا دلت بخواد هست داداش، زیاد داریم از اینا. در پشتش هم فکر کنم باید بزنم، اینجا هم اونقدر شفاف نبود. به به واقعا عجب چیزی داره جمع میشه. این یکی دره هم مونده دیگه، فکر کنم تموم شد دیگه. تا جایی که میتونستیم ماشین رو برق انداختیم، اینم فعلا میندازیم رو زمین. حالا میریم برای جدا کردن قطعات داخل موتور. موتور اصلی خودمون رو میخوام استفاده کنم. یه ذره موتور انگار سرپا نیست همچین، یکم قیافش خیلی به نوعی نمیخوره، به خاطر اینکه خیلی ازش استفاده کردیم. نزدیک به 2000 کیلومتر من با این موتور راه رفتم دیگه، خدا وکیلی حق داره خیلی حالش خوب نباشه. ببینیم موتور خود ماشینه چی هستن. موتور خودش ترتمیزه، ولی خب من همین موتور خودم رو میخوام، اینو حاضر نیستم واقعا استفاده کنم دیگه، باید چیزی باشه که خودم دوست دارم. حالا موتور قبلی رو میذاریم سر جاش، خیلی حرفه‌ای، و سعی میکنم که اینم بهتر کنم اوضاعشو ذره. ببین تمام این مساکامون تموم شد، یه دونه مساک جدید برمیدارم میارم بالا سر موتوره ببینم اگه به موتورم مساک بکشیم درست میشه، ترتمیز سر میشه یا نه. فکر کنم باید بشه. اینم آینه بغل اوکی شده، موتور نمیشه. یعنی یه ذره بیشتر صبر میکنم ببینم اتفاقی واسش میفته یا نه، شاید نمیشه اصلا، ما الکی داریم اینو هدر میدیم. اگه اسکاچ بزنیم چی؟ با اسکاچ هم نمیشه، اسکاچ مثلا که ذره داره، بزن اینم تست کنیم، من دیگه قشنگ مطمئن بشم که این ته کاره دیگه، از این بهتر نمیشه. البته موتورم تو راه ریخته، یه دونه موتور خفن‌تر پیدا میکنیم. آقا اینو دیگه نمیشه کاریش کرد، بریم سراغ رادیاتور. یه دونه رادیاتور حرفه‌ای دارم اینجا که اصلا دلم نمیخواد دستش بدم، اینم برمیدارم میذارم توی کاپوت. و این قسمت جلوبندی ماشین کاملا خفن، ست رنگ کاپوت با در رادیاتور، همه چی اوکی اوکی. حالا باید لاستیکا رو دوباره بذاریم سر جاش. 4 تا حلقه لاستیک نو دارم باز، و همه چیم هم نوه نوه، یعنی هیچیو کار کرده نیوردم، یه ذره فقط رخ موتوره به هم ریخته است، بقیه چیزا همشون داره برق میزنه. اینم لاستیک سوم که خیلی شیک میچسبونیمش سر جاش، و فقط یه دونه لاستیک دیگه مونده. آقا من واقعا دلم واسه این ماشین تنگ میشه، 3-4 تا استریم نزدیک 2000 کیلومتر با این ماشین اومدیم، ولی برای تنوع دیگه وقتش بود که ماشین رو عوض کنیم. یه نگاه به تو ماشین هم اگه بندازیم، صندلیا رو که نمیشه کاریش کرد، چیز خاصی دیگه نداره، کیلومتر و ضبط و ایناشو میتونیم عوض کنیم. حالا
یه کار دیگه که بعد انجام بدیم اینه که باک ماشین رو پر کنیم. من نمیدونم این ماشین الان چیزی تو باکش هست یا نه. در باکش کجاست؟ اینجاست و یه مش آتو آشغال سر هم شده اون تو. من یه دونه شیلنگ باید وصل کنم به اینجا و هر چی که تو باک این هست رو خالی کنیم، به خاطر اینکه یه مش آتو آشغال اون توه. ببین الان 2 لیتر بنزین این تو هست. من اینو خالیش میکنم رو زمین که بتونیم چیزی که تو باک اینا رو بریزیم تو این بطریه، به خاطر اینکه روی زمین نمیشه ریخت. کنده شد. چی شد اصلا؟ وای نگو شیلنگ داره باگ میخوره. جون مادرت شیلنگ باگ نخوره که زندگی من به این شیلنگ بستگی داره. تو رو خدا بیا. آخ چه شانسی آوردم پسر. اگه این میرفت تموم بود کارم. این چرا اینجوری میشه فقط؟ من نمیفهمم یعنی چی. حالا میتونیم از شیلنگ استفاده نکنیم اصلا. شیلنگو میذارم تو هم اینونتوریم بمونه. سعی میکنم که با دست باک ماشینو خالی کنم کامل. ببین اگه لاستیکای اینورو در بیارم، در باک ماشینم باز باشه، میتونم راحت ماشینو کج کنم و خالی خالی بشه دیگه. هرچی تو باکشه بیاد بیرون. آها دیدی؟ صحنه رو دیدی؟ ولی یه ذره ملوتر دیگه، خیلی عصبی بود اون موقع. یه ذره باید کج بشه. نمیدونم چرا هی جامپ میزنم من. چقدر تو باکش هست؟ 2 لیتر زیادی نیست، میشه راحت خالیش کرد. ببین اینجوری باید برم زیر ماشین کجش کنم. لعنتی خیلی سنگینه وانته. اون ماشین خودم رو خیلی راحت تر خالی میکردم. یه ذره دیگه مونده. فکر کنم با 2-3 بار حرکت قشنگ باکش خالی شه دیگه. فن رو ببین خدا وکیلی. قشنگ روسایی دارم خالی میکنم باک ماشینو. آقا باری کلا، ولی خوب داره خالی میشه. بذار بار دیگه چک کنیم ببینیم چقدر مونده. 0.9 لیتر. هیچی دیگه نمونده. با یه حرکت دیگه خالیه خالیه. فکر کنم دیگه داره تموم میشه قشنگ. آقا اوکیه اوکیه. باک خالیه خالی شد. دوباره لاستیکا رو میذاریم سر جاشون. این از لاستیک عقب، اینم از لاستیک جلویی. الان آماده است دیگه ماشین. فقط باید بنزین بریزیم توش. این دبه که خالیه، فقط یه کاری که باید حتما انجام بدم اینه که بنزین تو این ماشینم هم خالی کنم، چون 40 لیتر بنزین دارم توش. چرا تمام این دبه‌هایی که من برداشتم خالی ان؟ اینم که دیزل. نمیدونم وانت با بنزین باید کار کنه دیگه قطعا. دیزلی که نیست وانته. حالا یه بار تست میکنیم دیگه. ببین این 5.7 لیتر بنزین توشه. خالی میکنم توی باک این. اگه کار نکرد دوباره باید باکو خالی کنم دیزل بریزم توش، به خاطر اینکه ممکنه وانت با دیزل روشن شه. البته فکر نمیکنم. بذار ببینیم استارت میخوره ماشین. بله روشن شد، کاملا تر و تمیز. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه. اگه دوست داشتین که از این بازی بیشتر واسهتون ویدیو درست کنم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. چند تا کامنت انگلیسی هم لطفا بذارید که به من خیلی کمک میکنه و باعث میشه که ویو لایکتون نپره. خیلی مراقب خودتون باشید. خدا حافظ.